سلام بر همه افرادی که در اورست رها شدن. کوهنوردان از روی اجساد کوهنوردانی رد می شوند که رها شدن تا یخ زنن و بمیرن، که فاجعه پس از فاجعه بوده. و در اینجا چند واقعه عجیبی که در اورست رها شدن را برایتان بازگو می کنم. پس با بوداپست همراه باشید. کفش‌های سبز. آدم‌های زیادی در اورست مرده است، اما آنچه را مردم نمی‌دانند اجساد مرده هاست که همانجا در کوه باقی می‌ماند. در میان همه اجساد مرده ها که در بین یخ و برف باقی مانده بود، جسدی با کفش‌های سبز بود. تمام کسانی که برای رسیدن به قله اورست تلاش می‌کند، باید از روی کفش‌های سبز رد شود. چرا به این پسر کفش‌های سبز می‌گویند؟ به خاطر اینکه چکمه‌های سبز و روشن او از همه متمایز است. این جسد است که سال 1996 رها شده و هنوز کسی او را بر نداشته است. بر روایت، نام واقعی این پسر با کفش‌های سبز تسوانگ پالچور است که عضوی از گروه گفته است و اگر نه هیچ کس هویت وی را نمی‌داند. خیلی از کارشناسان معتقدند که او یک افسر پلیس مرزی بین تبدوهین بوده است که در دهکده در پایه همالیا زندگی می‌کرد. در سال 1996 او عضو گروهی انتخاب شد که اولین تیم هندی بود تا از سمت شمال به قله اورست برسند. با تأسف که هیچ کس از این سفر بر نگشتند، فقط یک نفر توانست برگردد. باور میکنید یا خیر، علاوه بر پسری با کفش‌های سبز، تمام اعضای گروه رها شدند. با آنکه آنها را مجبور کردند که از بدترین شرایط بگذرند و اگر حتی به قله رسیده بوده باشند، بعد از آن از شرایط بد مرده باشند. مردی که آنها را رها کردن تنها کسی بود که توانست به نقطه امنی برسد. بعد از سالها مرد با کفش های سبز هنوز هم در آنجاست. خواب زیبا. یکی از مرگ ها در کوه اورست مرگ زنی به نام فرانسیس آرسنتف است که به خواب زیبا معروف است. او در سال 1998 در قله بالا می شد، ولی هیچ عکسی از موقعیت وی در قله وجود ندارد، اما او هنوز هم یکی از مشهورترین چهره هایی است که در کوه جانشان را از دست داده است. همه چیز در سال 1998 رخ داد و او اولین زنی آمریکایی است که بدون نیاز به اکسیژن در قله اورست رسید. این راهی بود که فرانسیس را مشهور ساخت. او با شوهرش در قله بالا می رفتن و نزدیک بود که برسد، ولی بند ماند و هوای بد مانع آنها شد که نمی توانست بالا رود و یا دوباره برگردد. گفته شده که 3 شب در منطقه مرگ ماندن و بعد از گذراندن مدت طولانی در خطرناکترین نقطه زمین، سرانجام تصمیم گرفتن که به خیمه ایشان برگردن که نزدیک بود. زن و شوهر یک بار از هم جدا شدند. شوهر به اردوگاه رسید، اما فرانسیس بر نگشت و دیگر هرگز پیدا نشد. روزی بعد یک تیم او را نزدیک قله پیدا کرد که نزدیک بود بیهوش شود و پاهایش از کار افتاده بود. تیم تلاش کردن او را پایین آورد، اما مجبور شد او را رها کند، زیرا اکسیژن کافی نداشتند. خبر به شوهرش رسید و او توانست او را پیدا کند، اما به خواب همیشگی رفته بود و دیگر هرگز بیدار نشد. شوهرش وقتی میخواست او را کمک کند افتاد و جسدش 1 سال بعد پیدا شد. او را به خواب زیبا میشناسد، زیرا در اول وقت او را یافتند پوستش سفید و به شخصیت افسانه‌ای میماند. رها کردن برای مردن. اورست یکی از خطرناکترین جای زمین برای سفر یک فرد به شمار میرود. این سردترین و بلندترین نقطه است که حتی با کمبود اکسیژن روبرو میشوید. اما خطرناکتر از صعود در آن، ترک و تنها ماندن شماست که هیچ کس نمیخواهد در هر جا رها شود، چی رسد در قله اورست. اما این برای لینکن هال رخ داده است. زمانی که با هم تیمی هایش به قله اورست رسید، نشانه هایی از خیانت رونما شد. آنها در فاصله 8500 متری رسیده بود که پای لینکن جواب داد و دیگر حرکت نمی توانست. علاوه بر آن، وی از بیماری مغزی رنج می برد که در ارتفاع بلند مغز او متورم می شد. با تأسف که گروه بدون این که از او مراقبت کند رهایش کرد و رفتند. او در یک ارتفاع خطرناک تنها ماند. بعد از فاصله نشندان دور در حدود 18 متری یک کوهنورد آلمانی نیز با چنین مشکلی روبرو شد و سقوط کرد و مرد. فردا صبح لینکن توسط گروهی از کوهنوردان دیگر پیدا شد که در حال رفتن به قله بودند. او را یخ زده بود و در گوشه روی برف و یخ نشسته بود. گروه دوم هر کدام 20,000 دلار را قربانی کرد تا برگردد و لینکن هال را نجات دهد. با لطفی آنها لینکن با آنکه رها شده بود ولی باز هم زنده برگشت. جورج مالوری.
جورج مالوری در 8 جون 1924 در سمت شمال قله ایورست درگذشت. او یکی از کوهنوردان بریتانیایی بود که اولین گروهی از کوهنوردان را رهنمایی میکرد. وی به احتمال زیاد رها شده بود. در سال 1920 جورج مالوری یکی از مشهورترین ناپدید شده هاست. او در جریان جنگ جهانی اول خدمت کرده بود و در ضمن در انگلستان معلم بود. این سومین سفر او در سال 1924 در ایورست بود که ناپدید شد. او و یک دوستش دیگه هرگز دیده نشد. بقیه گروه دیگر انتخابی نداشتند و از ادامه منصرف و برگشتند. تبر متعلق به آنها تقریبا 80 سال بعد پیدا شد و بعد یک کپسول اکسیژن در سال 1920 کشف شد و در سال 1999 در نهایت جسد جورج مالوری پیدا شد و تشخیص شد که در اثر سقوط مرده باشد. مشخص نیست که به قله رسید یا خیر، اما یکی از مشهورترین مرگ‌های قله ایورست است. جسد او هنوز هم حتی تا امروز در کوست. گروهی از کوهنوردان. توجه داشته باشید که تعداد زیادی از کوهنوردان به قله ایورست سفر میکنند. سال 2019 یکی از مرگبارترین سال در تاریخ ایورست است. همه به خاطر ازدحام که همه از کوهنوردان تجربه لازم را نداشتند. تعداد زیادی از کوهنوردان در روز صاف و روشن به ایورست بالا میشدند و در واقع صفی از مردم وجود داشت که بالا میرفتند و در نتیجه 11 نفر در فصل کوهنوردی جانشان را از دست دادند. این بیشترین آمار تلفات از سال 2015 است، به خاطر که تعداد زیادی از مردم میخواهد که در بلندترین نقطه ای از جهان برسد. بر اساس گفته ها برای رسیدن به قله باید از روی اجساد رد میشدن و کوهنوردان با کمبود اکسیژن روبرو شده و جانشان را از دست میداد و دیگران باید از روی جسد او رد میشدن. حالا ایورست به یک مکان کابوسی تبدیل شده است. دیوید شارپ. دیوید شارپ را در کنار پسری با کفش‌های سبز یخ‌زده و منجمد شده یافتند. این یکی از مشهورترین مرگ‌ها در سال 2006 است. مرگ او بسیار غم‌انگیز بود و پیرامون مرگ وی سال‌ها بحث و جدال جاری بود. حداقل 40 کوهنورد از روی جسد او چه طرف بالا و یا به طرف پایین رد شده بود. آنها از روی مرده رد نشده بود، بلکه از روی دیوید شارپ زمانی رد شده بود که در حال مرگ بود. 40 نفر به او نگاه کردند، حتی برایشان ارزش قائل نشدند که یک بار بررسی کنند که او زنده است یا مرده. او را در داخل غار در کنار یک جسد رها کردند. اگر کسی هم متوجه می‌شدند که دیوید در حال مرگ است، احتمالاً نمی‌توانست او را نجات دهد. او در منطقه مرگ بود و اگر کسی تصادف کند، دیگر احتمال زنده ماندنشان سخت است. کسی جسد او را بیرون کشید، ولی هنوز هم جسد وی در کوست. شمیس لالاس. شمیس لالاس یک کوهنورد ایرلندی بود که از قله سقوط کرد. او رها نشده بود، بلکه داستان او خیلی عجیب و شنیدنی است. او نه تنها از کوه سقوط کرد، بلکه خودش را از ریسمان یمنی باز کرد و تصمیم داشت که ادرار کند. بر اساس روزنامه ایرلندی این حادثه زمانی رخ داد که او از قله پایین می آمد. او نزدیک بود به خیمه‌اش برسد و کسی متوجه نشد که شمیس مرده باشد. دوستانش تا هوا تاریک نشده بود در جستجوی او بودند، اما فرض بر این شد که او مرده باشد. این نشان می‌دهد که توالت رفتن هم در بدترین نقطه‌ای از جهان می‌تواند با مرگ ختم شود. خب حالا شما چی فکر می‌کنید؟ آیا حاضرید که این ریسک را بپذیرید یا خیر؟ در کامنت بنویسید.